یکی از کاندیدایی که برای شرکت در سیرک انتخابات ثبت نام کرده موجودیه به نام علی لاریجانی. نام برادران لاریجانی در ایران مترادف شده با تبهکاری و فساد و جنایت. مردم ایران به این موجود میگن پاسدار جانی، زیرا اون دارای درجه سرتیپی در سپاه خامنه ای. این پاسدار با فرو کردن سر خودش در برف با پوز منتقد در نمایش انتخابات رژیم ثبت نام کرده. اما پاسخ مردم ایران به او و تمام جانیان و شیادان و تبهکاران دیگر که کاندید شدن اینه که نسل‌های زیادی باید بگذره که مردم خاطرات تبهکاری و جنایات شمایان رو فراموش کنن. یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری رژیم علی لاریجانی است. علی لاریجانی پاسداری است که در بسیاری از مناصب کلیدی این رژیم کار کرده است، از جمله دبیر شورای امنیت ملی که یکی از اصلی ترین ارگانهای سرکوب است. علاوه بر سرکوب و خونریزی، خانواده لاریجانی یکی از غارتگرترین عناصر این رژیم هستند و تا توانستند از سرمایه های این کشور بالا کشیدند. اموال این خانواده تا 3000 میلیارد تومان برآورد می شود. خانواده لاریجانی 5 ویلای 1000 متری در بهترین منطقه کنزینگتون لندن خریداری کردند که هر ویلا متعلق به یکی از برادران لاریجانی است. قیمت 2 تا از این ویلاها در مجموع 8 میلیون دلار آمریکایی بوده است. بیش از 5000 متر املاک در نقاط مختلف لندن متعلق به خانواده لاریجانی هاست. علی لاریجانی دارای 150 قطعه زمین مسکونی مرغوب در شهر قم است. وی در استان گیلان 5 شهرک مسکونی دارد. 32 واحد مسکونی در جزیره کیش، 2 کارخانه در منطقه درگاهان قشم، 1 برج 27 طبقه در منطقه مینی سیتی تهران و 1 باغ ویلا در منطقه نیاوران تهران دارد. واشنگتن تایمز در گزارشی با اشاره به اظهارات علی لاریجانی نوشت این اظهارات در حالی مطرح شده که دختر علی لاریجانی یعنی فاطمه اردشیر لاریجانی در اوهایو اولین سال دوره رزیدنسی پزشکی خود را می‌گذراند. او در دانشگاه پزشکی کلیولند که یکی از بهترین دانشکده‌های پزشکی جهان بر اساس رنکینگ دانشگاهی است تحصیل می‌کند. دانشگاه کلیولند یکی از گران‌ترین دانشگاه‌های جهان است و شهریه آن سالانه ده‌ها هزار دلار است. این در حالی است که علی لاریجانی آمریکا را بزرگترین تهدید برای همه جهان خوانده بود، اما دخترش را برای تحصیل به مرکز تهدید جهان فرستاده است. البته دارایی‌های خانواده لاریجانی بسیار زیاد است که تماماً از دزدی و چپاول به دست آمده است. فاضل لاریجانی دارای هواپیمای اختصاصی و ضیافتی از نوع بوئینگ MAX-737 است که ارزش آن 125 میلیون دلار است و در آشیانه هما در فرودگاه خمینی نگهداری می شود. جواد لاریجانی از زمین خاران به نام است که بسیاری از زمین های مرغوب کشاورزی را بالا کشیده است. وی دارای 200 هکتار زمین در ساوه، 315 هکتار زمین کشاورزی در همدان، 600 هکتار زمین کشاورزی در دسفول، 190 هکتار در کازرون، 32 هکتار زمین زیر کشت زعفران در تربته دریه و صدها هکتار زمین مرغوب در ورامین است. فساد صادق لاریجانی هم که بسیار روشن است. وی همدست تبری از معاونین خود در بالا کشیدن زمین‌های مردم در لواسان و نقاط خوش آب و هوای دیگر ایران است و هزاران میلیارد تومان از این راه با دار و دسته تبری بالا کشیدند. یک قلم 1000 میلیارد تومان در 63 حساب شخصی خودش بود. در نتیجه می‌بینیم این زالو به اسم علی لاریجانی که خون مردم را مکیده و سرمایه‌های این کشور را به یغما برده می‌خواهد به عنوان رئیس جمهور به غارتگری‌ها ادامه بدهد. به همین دلیل رأی مردم ایران سرنگونی است. دو روز از پایان ثبت نام در سیرک انتخابات نظام و آمدن همزمان رئیسی و لاریجانی به صحنه گذشت. طی این دو روز شاهد افزایش کشاکش میان باندهای نظام و افزایش کیفی تنش و جنگ شدید گرگ‌ها هستیم. اما چرا؟ مگه خامنه‌ای
بر وحدت درونی نظام تاکید نکرد. پس این وضعیت ناشی از چیه؟ چشمانداز چه شرایطی رو برای رژیم نشون میده؟ برای بررسی میثم ناهید همراه ماست. خیلی خوش اومدیم. میثم، چرا با وجود تاکید خامنه‌ای بر ضرورت وحدت، این همه تاکید کرد، باز شاید افزایش کیفی کشاکش و این جنگ و دعوا در درون رژیم هستیم؟ برمیگره به خود خامنه‌ای. مشخص‌تر بگم، به ضعف بیش از پیش خودش و جایگاه ولایت فقیه. بله. خب این ضعف حاصل دو مؤلف است. بله. جامعه ملتهب که تأثیر میذاره بر بافت و ساختار این رژیم بحران زده. بله. که در مؤلف دوم این بافت و ساخت ملتهب تأثیر میذاره بر ضعف جایگاه خود خامنه ای و توان و زورش نمیرسه که علارغم اینکه خب شما هم گفتین تأکید کرده بود که این سیرک دو قطبی نباید بشه. بله. میبینیم دو قطبی که هیچ، البته راست گفت، دو قطبی نشد، الان صد قطبی شده گویا. بله داره. خب ببینید، یک نگاهی بکنیم به صحنه. بله. خب خود خامنه ای در 26 آذر 99 به باندهای همین جنگ به گورکای نظام گفتش که اگر متحد نباشید، اگر همصدا نشید، نظام تیکه تیکه میشه. بله. شاهد هم بودیم که از طی دو ماه گذشته دو بار، اول فروردین و 21 اردیبهشت، اومد تاکید کرد که رئیس جمهور مطلوبش کیه. مواردی که گفت همه آدرس رئیسی بود و هر بچه دبستانی هم میفهمید منظور خامنه ای رئیسیه. بله. بعدم گفتش که از دو قطبیگری پرهیز کنید. درسته. در ادامه حسن خمینی رو کنار گذاشت، ظریف هم کنار زد، خارج کرد. اما یک دفعه دیدیم روز جمعه، یعنی یک روز قبل از پایان ثبت نام، لاریجانی میره با مراجع حکومتی در قم تماس میگیره، تایید اونا رو برای حضور میگیره و بعد شنبه روز آخر میاد ثبت نام میکنه. خب چرا خامنه‌ای نتونست لاریجانی رو حذف کنه؟ من. چرا نتونست مانع بشه که همون مراجع حکومتی تایید نکنن حضور لاریجانی رو؟ بله، خاطر ضعفش، خاطر اینکه بیش از پیش ضعیف شده. و از همون اول هم میبینیم که هم رئیسی وقتی میاد، هم لاریجانی، بیش از پیش، بیش از حد انتظار دو قطبیگری شروع میشه، شدت جنگ گورکا. اون رئیسی حرفای خامنه‌ای رو تکرار میکنه سر تحول و غیره که منظورش بالا بردن میزان سرکوبه. این سرتیپ پاسدار جنایتکار لاریجانی هم میاد رو در روی رئیسی میگه چکش، و بعدم رو در روی بقیهش میگه پادگان. بعدم وضعیت رژیم رو به یک جهنمی ترسیم میکنه که همه توش گرفتارن. نه. خب ببینید اوزا این در شرایطی که گفتیم خامنه‌ای تاکید میکنه دو قطبیگری نشه. دقیقاً. اوزا اونقدر بحرانیه، اونقدر برای رژیم شرایط واقعا خطرناکه که من امروز دیدم روزنامه جمهوری نوشته بود که آنچه در روزهای ثبت نام دیدیم از دعوا و نرد نوردی و تهدید تا متلک و تخریب و غیره بیشتر ابزار جنگ و جدل و تعمیق چنگانگی و اختلاف بود. درست. ببینید خامنه‌ای گفت دو قطبی نشه، میگه تعمیق چنگانگی و اختلاف. بله. این وضعیتی که رژیم توش هست. و بعد هم توی همین 48 ساعتی که از پایان ثبت نام گذشته میبینیم که این دو قطبیگری داره به صورت تصاعدی بالا میگیره. من امروز هم این حرفای آدمای رژیم و رسانه هاش اینا رو نگاه میکردم، چند تاشو نوت برداشتم خیلی کوتاه. یکی اون موسوی کارشناسش میگه که بازار مکاره‌ای شده این انتخابات، اما دیگر مشتری نداره. اون یکی فریدون عباسی که رئیس کمیسیون انرژی مجلس ارتجاع میگه اکنون در انتخابات شارلاتانیزم مدرن حاکم شده. عجب. روزنامه مستقلش میگه کاندیداها در حرفایشان گنجشک رنگ میکنن به جای قناری غالب میکنن، حرف رئیسی و بقیهشون رو میگه. درست. بعد اون یکی هم روزنامه آفتابش میگه که آقایان انتخابات چاله میدان نیست،
دیگه این سیرک و شعبده و چاله میدان شده این انتخابات. بنابراین شما پرسیدین که چی شد که به این وضعیت افتاد؟ در یک کلام، علت ضعف شخص خامنه‌ای و جایگاه رکن رکین نظام یعنی ولایت فقیه. حالا شما میگید ضعف، ولی چی شده؟ چه اتفاقی افتاده آخه که مثلا خامنه‌ای نمیتونه این وضعیت رو جمع جور کنه؟ ببینید اینکه چه اتفاقی افتاده که خامنه‌ای به این روز افتاده، باید به پروسه چند سال گذشته و مشخصا 4 سال گذشته نگاه کنید. ببینید در یک کلام این رژیم ته 4 سال گذشته مواجه بوده با 4 تا قیام بزرگ و سراسری و آتشین. درست. از دی ماه 96 تا آبان و دی 98. بله دقیقا درست. بعد هم از 5 ماه گذشته بعد از یک وقفه که کرونا ایجاد کرد میبینیم دوباره فوران اعتراضات اجتماعی. بله بله. هر هفته مستمر سراسری. بله. بازنشستگان، معلمین، مالباختگان، غارت شدگان، کارگران، هر روز هم اخشار بیشتری بهشون میپیوندن و شعارهاشون ما دیگه رأی نمیدیم از بس دروغ شنیدیم، رو در روی خامنه‌ای که میگه همه باید شرکت کنن. بله. دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا. اون شعار میدادن که باندهای نظام غارت میکنن، بیت رهبر حمایت میکنه. خب ببینید این جامعه جوشان در کنارش فعالیت عملیات‌های روزانه برای گسترش کانون‌های شورشی و مقاومت ایران و مجاهدین که هر روز ضربات پیاپی بر پیکر این رژیم. درست. ببینید در یک نگاه دیالکتیکی و منطقی اگه نگاه کنیم ته 4 سال گذشته این رژیم مواجه بوده با همچین بحران و تضادی، با همچین جامعه جوشانی، با همچین جبهه براندازی، جبهه‌ای که هر روز داره قوی‌تر میشه. خب تأثیر می‌ذاره این وضعیت، این کشاکش، این جنگ تاریخی بر بافت و ساخت رژیم ولایت فقیه. بافت و ساختی که تشکیل شده از یک سری باندهای مافیایی که فقط بر سر حفظ نظام متحدن و در جنگ و جدال هستن با هم بر سر سهم بیشتر قدرت و غارت. درست. این رژیم مادون سرمایه‌داری که درون خودش اجزای سرمایه‌داری رو داره و اینطور ناهمگونه در مواجهه با این بحران‌ها هر چی بیشتر این اجزای درونیش با هم دچار کشاکش و بحران تضاد میشن. درسته. و تأثیر اینا میذاره بر جایگاه رکن رکین و پایه و اساس و فونداسیون این رژیم یعنی ولایت فقیه. اگه خاطرتون باشه یک بار جهانگیری سال 97 در جریان قیام کازرون، مردم بلد. قهرمان کازرون گفت بلد. گفت ابر چالش های نظام بر روی هم تأثیر متقابل میذارن. یعنی چی؟ میگفت همین قیام ها تأثیر میذارن بر بحران درونی ما و شدت گرفتن تضادهای درونیمون. در راست هم میگفت به همین وضعیته. بنابراین در یک کلام شما پرسیدین چرا جایگاه خامنه‌ای ضعیف شده؟ هیچی. در مواجهه با این جبهه قوی برانداز مردم و مقاومت ایران به این وضعیت افتاده که توان این نداره که حتی درون و بافت و ساخت و تار و پود در هم ریخته خودشو جمع و جور کنه. بله. و شاید این دو قطبی بله. هستی. حالا شما الان از یک طرف اشاره کردیم به وضعیت کش و کش و جنگ درونی و اینکه حتی خودشون میان تشبیه میکنن به فضای چاله میدانی. بله. بعد از این طرف هم اشاره کردیم که خب به فضای مردم و مطالباتشون و اعتراضاتشون هر روز. حالا این دوتا رو که شما توضیح دادی با این وضعیت شما چه چشم اندازی برای این نمایش میبینید؟ خب اگه منظورتون اینه که به هر حال در نهایت چی میشه؟ بله. ببینید خاص خامنه‌ای که مشخصه برای حفظ، برای به دست آوردن تعادل درونی نظامش و صد بستن در مقابل همین جبهه که گفتیم جبهه برانداز. بله. میخواد رئیسی رو از صندوق بیرون بکشه. درست. تا بتونه نظامش رو تک پایه کنه و سطح سرکوب رو تا این آخوند جلاد بالا ببره تا بلکه بتونه مقداری قیام‌ها رو، قیام‌های پیش رو که خودشون میگن بسا فراتر از 98 آبان 98 شاید بتونه مهار کنه. خب این خاص خودشه. درست. به چه بهایی؟ به بهای تکپایه شدن نظام، به بهای اینکه بخش عمده ای از این نظام رو کنار بزنه، قاعده رژیم رو تنگتر بکنه، بحران‌های درونیش رو بیشتر بکنه و بنابراین و گوشه رینگ قرار بگیره و ضعیف بشه در مقابل جامعه و جامعه بین‌المللی.
ایران وسط مذاکرات وین هست. بله. خب این وضعیت هرچی بیشتر این نظام رو ضعیف میکنه. بنابراین یک بار شکست اساسی برای خامنه ایه. درست. و حاصل این شکست چون در تعادل داره پایین میاد به خاطر این شکست، جبهه مقابلش بالا میره و امکان فوران قیام های بیشتر مهیا میشه. درست. اما اگه نتونه رئیس رو از صندوق بیرون بکشه، شکست مضاعف دیگه وا ویلا برای خامنه ای. چرا؟ به دلیل اینکه ضعف شخص خودش بیش از حد بیش از پیش برجسته میشه. بله دقیقاً. نه تنها نمیتونه دوز سرکوب رو بالا ببره، نه تنها نمیتونه رژیمش رو تک پایه کنه، گسست در رژیم، این دو قطبیگری که الان شاهدش هستیم بسا بیشتر میشه. درست. و در این گسست و تشتت باز همون جامعه انقلاب، جامعه جوشان و این فضای انقلابی امکان فوران و قیام پیدا میکنه. در یک کلام در هر دو تابلو این جامعه هست، این جبهه برانداز هست که فرصت بیشتری برای قیام و خیزش پیدا میکنه تا نقطه سرنگونی تمامیت این رژیم پیش میره. درست. بله خیلی ممنون از این بحث و گفتگویی که وقتش رو در اختیار ما گذاشتید. خیلی ممنون. خب بینندگان عزیز توجه شما رو به ادامه برنامه تیک تاک جلب کنیم. آنچه که ذهن سردمداران رژیم بیش از هر چه اون رو مشغول کرده و البته به شدت از اون وحشت دارن، تحریم و بایکوت سراسری سیرک انتخاباته. یعنی علاوه بر شدت بی سابقه جنگ و دعوای باندی درونی رژیم، این بایکوت سراسری چشمانداز یک قیام و خیزش سراسری رو پیش روی رژیم قرار داده که بسیاری هم برای اونها موجب وحشت و نگرانی شده. بعد از اعتراف بسیاری از کارگزاران و رسانه‌های حکومتی به تحریم قاطع مردم در نمایش انتخابات، پاسدار قالیباف گفت مشارکت پایین هیچ برنده‌ای ندارد. کاهش مشارکت به جمهوریت نظام لطمه جدی می‌زند. یعنی برنده اصلی در این نمایش مردمند و تنور شعبده انتخابات را با هیچ جلاد و شیاد و هیچ سناریو و ترفندی نمیتوان گرم کرد. مردمی که حالا بین حاکمیت و این جریان و اون حزب و اون دولت هم فرق نمیذارن، میگن اینا همه در واقع بله، هیچ تفاوتی میان دزد و جانی و جلاد نیست. همه با هم 40 سال دریدند و دزدیدند و کشتار کردند. آقای لاریجانی نمیتونه یک فاصله مصنوعی با آقای رئیسی ایجاد بکنه. جنسش از آقای رئیسیه و آقای رئیسی هم از آقای لاریجانی. بله همه سر و ته یک کرباسند، اما در جنگ قدرت و غارت شکاف و شقه در حاکمیت آخوندی مهار شدنی نیست و این جدال علامت احتضار و از لرزه‌های سرنگونی است. اینا هر کدوم کارنامه در وضع موجود دارن، هیچ کدومشون از یک کره دیگری نیومده. یک رسانه حکومتی ضمن اعتراف به موقعیت انقلابی و شرایط عینی قیام پس از آبان 98 نوشت بیش از نیمی از پرسش شوندگان نظرسنجی ایسپا گفتند تحت هیچ شرایطی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی کنند. از عوامل عینی و ذهنی این شرایط می توان بروز رویدادهایی چون وقایع دردناک آبان 1398 را هم تحلیل کرد. رأی ما سرنگون. رأی ما سرنگون. اگر کسانی از هموطنان پای صندوق برن تو این انتخابات شرکت کنن، یعنی هم اندازه همونایی که بچه همونو کشتن جنایت کردن، خیانت کردن، جنایت کردن، یعنی گناهشون کمتر از قاتل بچه های ما نیست. ما همه خواهان سرنگونی این حکومت هستیم. خامنه ای بینامون، خامنه ای دادگاهیت می شما برید این 40 سال حکومت آخوندها رو بررسی کنید. اگر تونستید یک مورد، فقط یک مورد از این کارگزاران حکومتی رو پیدا کنید که بگه مسئول فلان مشکل من بودم یا هستم، پیدا نمی کنید. خود خامنه ای که سلطنت مطلقه فقیه داره، جای جاش که میرسه میشه منتقد و اپوزیسیون نظام و طلبکار که چرا وضع اینطوریه.
این ویژگی وقیحانه اونقدر عیان و آشکاره که طنزنویس‌های حکومتی هم به اون میپردازن و مسخره میکنن. ببینید وقتی خودی‌های نظام اینطور میگن وضع چطوره و بقیه راجع این موضوع چی باید بگن؟ برگرفته از روزنامه‌های حکومتی با اندکی تلخیص و تصرف. بلبشو بازار نظام. عجب بلبشو بازاری شده تو نظام. میپرسید چی شده؟ جونم براتون بگه وضعی که الان هست این حقیر سراپا تقصیر رو میبره در ایام تحصیلی در دوره ابتدایی که موقع ورود به کلاس شلوغ میکردیم و یه مبصر داشتیم که داد میزد ساکت باشین شلوغ نکنین اسمتون رو میدم آقای ناظم ها. القصه شلوغ کاری که این روزا در دولت میبینیم یاد اون روزا میفتیم. بالا غیرتن خوب توجه کنید تا براتون بگم. همتی افتاده به جون دژپسند، نوبخت افتاده به جون همتی. همتی حرفای نوبخت رو تکذیب میکنه. نمکی میگه رئیس جمهور مقصره که مردم رفتن سفر. هلال احمر میگه نمکی مجوز واردات واکسن نداده. نمکی میگه مجوز دادیم، عرض 4200 رو چکا کردیم. نوبخت میگه بانک مرکزی به دولت بدهکاره. همتی میگه عمرن ما رو بدهی؟ همتی میگه دولت ما رو مجبور کرد پول بی پشتوانه چاپ کنیم. آشنا توییت میزنه به گاندو حمله میکنه. ربیعی توییت میزنه میگه همه جا در امن و امانه. اون یکی میگه واکسن چینی نخرید، روسی بخرید. خلاصه این چند کلامو نوشتم که مشت نمونه خروار باشه. حالا باید پرسید آقای مبصر کجایی؟ کجایی آقا مبصر که نفرات نظام پته همدیگر رو دارن بد جوری میریزن رو آب؟ کجایی مبصر جان که بحث‌های محرمانه و سری کشور رو دارن سر بازار جار میزنن؟ ای مبصر جان کجایی؟ چرا یه اهنوتولوپی نمی کنی؟ یه دادی؟ فریادی نمیزنی؟ مملکت داره به باد فنا میره، کجایی؟ چرا صدا در نمیاد؟ خلاصه که مبصر جان خودتو بقیه شاگردای کلاست مردود شدین، دیگه تک ماده هم چاره سازتون نیست. در پایان تیک تاک ضمن تشکر از همراهیتون به اطلاعاتون میرسونیم که برنامه تیک تاک رو میتونید از طریق منظومه شبکه اجتماعی سیمای آزادی دنبال کنید. همه شما رو به خدا میسپاریم. خدا نگهدار.